صبح خیر. صبح خیر. خیر باشه. انگار خوب نخوابیدی دیشب. نتونستم بخوابم. تو چرا سر حالی؟ به خدا منم کل شب و نتونستم بخوابم. کل شب به این فکر میکردم چطور میتونیم از این موقعیت مسخره خلاص بشیم. اینکه چطور شرکت رو پس بگیرم. یعنی پس بگیریم. فکر کردم و فهمیدم راهی که دنبالش بودیم درست بیخ گوشمونه. باید به مادرت یا بابات زنگ بزنیم. اول صبحی مزخرف نگو تو رو خدا. امره جون میشه اول گوش بدی؟ ببین مگه مامان 40% و باباتم 40% توی شرکت سهام ندارن؟ خوبه. عشقم تو که همه اینا رو میدونی، چرا نمیدونی که هر دو سهم و برادرم مدیریت؟ میدونم، اما این کارو میکنیم. به بابات زنگ میزنی، میگی که شرکت داره ورشکسته میشه و داداشم هم از عهده کارا بر نمیاد. میگی مدیریت رو بسپره به من. آیلین چرت نگو. میخوای زنگ بزنه به داداشم اونم قضیه شرکت و رشوه و اینا رو بگه و اینطوری خودشو تو دلش جا کنه؟ تو واقعا میخوای اینطوری بشه؟ از طرفی اون انتخابشو کرده. من دیگه هیچی ازش نمیخوام. باشه باشه، باباتو فراموش کن. به مامانت زنگ بزن، چون که مامانت تو رو درک میکنه. انگار تو واقعا متوجه نیستی یا نه؟ داداشم با مامانم حرف میزنه. میخوای از مامانم استفاده کنم که داداشم رسما از من متنفر بشه؟ امره جون چرا انقدر خودتو ضعیف نشون میدی؟ تو سالهاست اون شرکت زحمت کشیدی. اگه مادرت با جان حرف نمیزنه، پس سهامشو مدیریت نکنه. اما به این راحتی هم نیست. به نظرم خیلی راحته. به مامانت زنگ بزن، حلش کن. آیلین، با 40% که هیچ. با 90% هم اگه وارد اون شرکت بشم، بازم داداشم منو نمیبخشه. الانم نه به بابام نه به مامانم زنگ نمیزنم و بحث همینجا تموم میشه. شنیدی؟ ها؟ خوبه. نهاد، سنم جدی جدی شرکت رو ول کرده و اومده مغازه وایساده؟ کنجکاوم بدونم بین اون و آقای جان چی گذشته. به نظرت زنگ بزنیم از آقای جان بپرسیم؟ خوب گفتی محبوبه، حرف خوبی زدی. پس این کارو بکنیم، به جان زنگ بزنیم، بگیم جان پسرم بیا خونمون، دختر ما هیچی تعریف نمیکنه. لااقل تو بیا 2 دقیقه اینجا بشین با هم گپ بزنیم. چه حرفایی میزنی آخه؟ آره خب منم میدونم کار درستی نیست، اما چی کار کنم نهاد جان؟ لیلا هم هیچی به همون نمیگه. میگم آیهانو گیر بندازیم. آره آخه این یعنی چی؟ به دنیا آوردیمشون، بزرگشون کرده، به این سن و سال رسونیم، وقت حساب پس گرفتن که هیچی، حتی نمیفهمیم چی به چیه. ای بابا محبوبه چرا اینقدر عصبی هستی؟ مگه تو سنمو نمیشناسی؟ ای بابا دختر ما یه جا بند نمیشه، دوست داره راحت باشه. معلومه که کارهای اون شرکت براش سخت بوده. تو اینجوری میگی؟ آره خیلی خوب، تو شرکت افسرده شده، برای همین برگشته. اون کلیدو بهم میدی؟ البته بقالی بهتره محبوبه، بقالی براش بهتره، در ضمن ساعت کاریش هم مشخصه. کار بقالی هم گریزداری نداره. آره کار بقالی براش بهتره. راست میگه. آره خانومه ای آیسون قضیه حیوانا رو برداشته. میدونم میدونم، اما اینا رو حل میکنم، یه ظرف آب و یه ظرف غذا حلش میکنم، تو نگران نباش. خب تا اون موقع حیوانای بدبخت چی کار کنم؟ میخوای چی کار کنم؟ میخوای از مغازه بهشون ویفر بدم؟ حلش ای بابا میکنی. حلش میکنم. نگران نباش، حل میکنم. حلش میکنی. محبوب جون، میگم محله رو با صابون عربی بشوریم. واقعا خوب میشه، خوب کف کنه، قشنگ همه جا رو بشوریم. آره آره تابستون تابستون همه با هم کل محله از اون سر تا این سر میکردیم بهتر. گوشیم زنگ خورد. الو بله رئیس محبوبه، الان پیشمه، الان گوشی رو بهش میدم. ببخشید واقعا ببخشید. کی بود؟ کی میخواد زنگ بزنه محبوبه؟ کسی زنگ نزد. ای بابا محبوبه، مگه نمیشنوی زنه چی میگه؟ محبوبه تو رو خود این قضیه ریاست رو انقدر بزرگش نکن، انقدر بزرگش نکن، برو بقالی. خیلی خوب بده. ای بابا اومدین؟ منم داشتم میرفتم. کجا میری دخترم؟ میرم شرکت. باز دوباره شرکت؟ اما دخترم تو که گفتی دیگه کار نمی کنی، چرا میخوای بری؟ کلی بهشون بدهکارم، کار نکنم چی کار کنم؟ یه جوری میگه بدهکار که انگار به مافیا بدهکاریم، یه شرکته دیگه دختر، چیزی نیست که. هیچ قرضی از اشک چشم تو با ارزشتر نیست، شنیدی؟ هیچ قرضی. راست میگه مامانت، راست میگه دخترم. به یه شکلی اون پول رو ردیف میکنی و بدهی تو پرداخت میکنی. تو نگران نباش،
این پول دارم چقدر رو پول حساسن به خدا. من اصلا درکشون نمی کنم. اما تو نگران نباش، بسپارش به من، تو اصلا نگران نباش. بابا نمیشه. ببین تا امروز هر مشکلی پیش اومده شما حل کردین، خدا سایتونو کم نکنه. اجازه بدین دیگه خودم مشکلاتمو حل کنم. نگران نباشین، همه چی رو به راه میشه. من دیگه رفتم. اما دخترم گوش کن، گوش کن چی بهت میگم. بازم گوش نکرد و رفت. محبوبه، میگم من برم پیش آقای جان بگم بدهی رو ما پرداخت میکنیم، بگم اگه بخوایم برات سفته هم امضا میکنیم و بگم به موقع قسطش رو پرداخت میکنیم. ما نمیشه، اگه بخوایم پرداخت کنیم باید همش یه جا پرداخت کنیم. زشته واقعا، اما مبلغش خیلی بالاست. آره خب کم هم نیست، اما مهم نیست. من یه جوری اون پول رو ردیف میکنم محبوبه. من آدمی نیستم که اجازه بدم دخترم به زور یه جا کار کنه. هر طوری شده من اون پول رو ردیفش میکنم و پرداخت میکنم. حلش میکن. الو سلام خانم، حالتون چطوره؟ ممنونم، خیلی ممنون، منم خوبم. خیلی وقت بود صداتون رو نشنیده بودم، گفتم یه زنگی بهتون بزنم. دیگه نمیان این طرف ها؟ درست، استانبول خسته کننده است. بله. امره چطور میخواد باشه؟ همونطوریه که میدونین. نه مریض که نیست. راستش همون موضوعیه که خودتون میدونین، به خاطر اینکه میونش با جان خوب نیست، خب ناراحته دیگه. طبیعی، خب بعد از اخراجش بدترم شده. یعنی چی؟ شما خبر نداشتین؟ آخ باورم نمیشه، من فکر کردم میدونین شما. واقعا متاسفم، ببخشید تو رو خدا. نه تعریف میکنم براتون، اما یعنی امره نفهمه من بهتون چیزی گفتم، چون از اصلا عصبانی میشه. پس به اون چیزی نگین که از من شنیدین، باشه؟ آها باشه، خب پس میگم. راستش همه چی با اومدن یه دختر به اسم سنم شروع شده. یه جورایی هم میشه گفت موضوع دختره خیلی بچگونه است، باورتون نمیشه. دوستان باز پاویو ماویو را نندازینا، غیبت نکنین، بهتون گفته باشم. بی تربیتا. شماها دارین کجا را نگاه میکنین؟ دوستان چه خبره؟ مگه اینجا مهد کودکه؟ جی جی پخش بیاین اینجا تخمه بیارم راحتتر تماشا کنین. بی تربیتا، بی نزاکتا. مگه شما تا حالا تو زندگیتون سنمو ندیدین؟ دوستان مثل اینکه شما اصلا متوجه وضعیتمون نیستین. هیچ کدومشون متوجه وضعیتمون نیستن. از صبح تا حالا فقط قهوه و کاپوچینو و لاته میخورن. یکم هم به خودتون بیاین دیگه. خستم کردین. جی جی ببند دهنتو، بزرگش نکن، یعنی قهوه نخوری. ببین گودی، قهوه مال برزیلیاس خب، اما حتی اونجا هم انقدر مصرف قهوه ندارن. میخوان یه بارکی دهنتون رو بچسبونین به قهوه سازو همینجوری قلوب قلوب قهوه بخورین. جی جی میشه یه ثانیه ساکت باشی؟ وقتی که شروع میکنم دیگه نمیتونم ساکت باشم دیگه، خودم متوجه این قضیه هستم. جی جی دوستان من، شرکت در شرف گرفتن یه پروژه خیلی بزرگه. مشتری داره میاد اینجا تا با ما آشنا بشه. یعنی چی؟ یعنی ما نمیریم اونجا؟ نه، اونا میان، به اولین دیدارمون خیلی مهمه، خیلی. و تو همین اولین دیدار آبروریزی میکنین همتون. جی جی الان داری عمدن کاری که بیشتر از هر چیزی اعصابمو خرد میکنه رو انجام میدی و انرژی منفی پخش میکنی. ببین باز دست چپم مرمور شد. بله، همونطور که کاملا مشخصه مسئول همه چی توی جی جی. یعنی چی منم؟ مگه من چی کار کردم؟ همین که گفتم، کوچکترین خطایی از کسی ببینم تو رو اخراج میکنم، فهمیدی یا نه؟ همین که گفتم. بله، همه تو شنیدین چی شد؟ به خاطر شما میخواد من رو اخراج کنی. بی تربیتا، بی نزاکتا، گوش نمی کنین دیگه. من یه حس بیهوشی بهم دست داده، انگار توش یه حس خوشحالی هم هست، خیلی جالبه. آروم باش، آروم باش. یه حس متفاوته، خیلی جالبه.
چایتون آوردم. خیلی ممنون. دلم تنگ شده بود. منم. منظورم چای بود. منم همونو گفتم. برو بیرون. چی؟ یا اینکه بیرون برو، یکی از این دوتا. متوجه نشدم. آه چیزه، شعارشو میگم، بذار نشونت بدم. این شرکتیه که باش کار میکنیم، همونی که در مورد ورزش در طبیعته، کمپاس اسپورت. دارم روی شعار اون کار میکنم، برو بیرون یا بیرون برو، یه همچین چیزه. نظرت چیه؟ برو بیرون؟ خب زیرش هم بنویسین گم شو برو، یعنی به هر حال کاری نیست که نکرده باشی. آه تو میخوای بگی که من خیلی خوب کنایه میزنم و حرف تو دلم نمیمونه و بیرحمانه طعنه میزنم. آره فهمیدم. باشه باشه، اما الان موضوعمون کاره. اگه بتونیم احساساتمون رو قاطیش نکنیم و یه مقدار هدفمند پیش بریم خیلی بهتر میشه. هدفمند؟ بله. یعنی اگه من بخوام هدفمند پیش برم الان باید کاغذی که جلوتر رو بردارم و پارش کنم، چون اصلا نپسندیدمش. ببخشید اما چرا؟ چون مزخرفه. یعنی چی برو بیرون؟ یه دفعه بیاین بگین نمیخوام با تو حرف بزنم، نمیخوام ببینم، چه میدونم، یا اینکه حرفاتو جدی نمیگیرم، از این حرفا خوشم نمیاد. سلام، منظورم اینه، یعنی میخوایم اینو بگیم که تو طبیعت بمون و از این جور حرفا. تو طبیعت بمون؟ خب اگه میخواین اینو بگین چرا نمیگین تو طبیعت بمون؟ یعنی بگین بیاین تو طبیعت، یا چه میدونم بریم پیکنیک، هر چی میخواین بگین، مستقیم حرفتونو بزنین. یعنی اینطوری بین خودتون و مردم فاصله ایجاد نکنین، اجازه بدین مردم در مورد کارشون توضیح بدن، پیش داوری نکنین. اگه یکی اشتباهی کرده لااقل ازش بپرسین چرا این اشتباه رو کردی. الان در مورد کار داریم حرف میزنیم. نخیر. بله مخلوط بود. سنم به نظرم بهتره بری بیرون و یه هوای تازه ای بخوری، اینطوری اکسیژن تازه هم به مغزت میرسه، چون امروز روز بزرگی و منم خیلی بهت احتیاج دارم. احتیاج داری؟ تو جلسه. اینم که مثل همون برو بیرون شد، اما باید پاره میکردم، خوشم نیومد. ماجراجوییه یعنی؟ آره آره ماجراجوییه، درسته، اما یکم موضوع من... من اینو بردارم یا تو اونو بردار یا برعکس، یکیشو بده من. کدومشون؟ راضی شد؟ خیلی خوب، دیگه با یکیش خدافزی کن، این یا اون. خوب گرفتمش. بفرمایین جان، اومدن. خوش اومدین، بفرمایین، من جان دیوید هستم. سلام، امروز میخواییم برندمونو به شرکتتون معرفی کنیم و اطلاعات تبلیغمونو بهتون بدیم. بعد با هیجان زیاد منتظر ایده های جدیدتون. شما سریع رفتین سر اصل مطلب. خیلی خوب میذاشین یکم بگذاریم. بفهمین بشین. منم میرم سر طرحمون. مسئول روابط عمومیمون قرار بود بیاد اما تو ترافیک گیر منتظر کرده. مشکلی نیست. ببخشید دیر کردم. اصلا مهم نیست، ما هم شروع نکرده بودیم. سلام به همگی. خوبی؟ اصلا منو نمیبینی غمزه جان؟ نه باورم نمیشه. بیا اینجا ببینم. بیا تو دیگه از کجا پیدا شد؟ دوستان، غمزه یکی از دوستای قدیمی منه. درسته، واسه همینم از حالت رسمی یکم خارج شدیم. بله. خیلی خوب، میتونیم شروع کنیم. سلام. چرا داری خودکارتو فشار میدی؟ سنم، سنم با تو اما سنم به خودت بیا، سنم به خودت بیا دیگه. خسته نباشی. روز شما هم بخیر. بفرما خاله، چایی تو آوردم. دستت درد نکنه. ها عمو جون بفرما نوش جون. خیلی میچسبه نهات. به نظرت به عنوان شغل دوم برم تو کار غذای خونگی؟ نه تو رو خود محبوبه، 15 کیلو دلمه پختی، فقط 20 لیتر سود کردی، بی خیال ملش. اون که به خاطر اکتیواسیون مکتیواسیون بود، تقصیر من چیه؟ من این چیزا رو نمیفهمم. اصلا تو چرا به هم نگفتی؟ خب بگو آدم با 20 لیتر دلمه درست میکنه، دروغ میگم؟ تو اونو بی خیال محبوبه، ما اینطوری نمیتونیم بدهی سنمو پرداخت کنیم، ما یه کاری احتیاج داریم که درآمدش بیشتر باشه. یه راهی پیدا کنیم نه حاج جان. به امید خدا حلش کنیم. من بعد برم مؤسسه. چایی هم نخوردم. من میخورم.
موفق باشی ریاست محترم. ممنونم. میگم خدمت به مردم وظیفه‌مونه. آره تو خسته نکنی. باشه خسته نمی کنم. وای نه خانم رئیس رو ببین. به 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 نه آقای جان دوست دارم کارهای جدیدتون رو توی کوتاه‌ترین زمان ممکن ببینم. همونطور که میدونین 4 شرکت دیگه هم هستن. دوست دارم سریع‌ترین شرکت رو ببینم و با اون کارو شروع کنم. شما اصلا نگران نباشید. الان تمام سلولای خاکستری شرکتمون برای خدمت به شما آماده. عالیه. به امید دیدار. به سلامت. ممنونم. موفق باشین. او نمیذارم. من اینجا. البته که نباید بذاری برم. بعد این همه سال هم دیگه رو دیدی. یه چیز بگم؟ اصلا عوض نشدی. اما تو خیلی عوض شدی. هرچی بزرگتر میشی جذابتر میشی. چای میخوری؟ البته که میخورم. پس بریم تو اتاق من. بیا. من دم میکنم و میارم براتون. باشه عالیه. سلام داری چی کار میکنی؟ مگه داری قهوه خونه رو مدیریت میکنی؟ همشون هم قد بلندم. راستش خیلی صمیمیه. نمیتونم دقیقا بگم چه احساسی به هم دیگه دارن. جالبه. ممکنه حدسیاتم درست نباشه اما خیلی با هم صمیمیه. نمیتونم بگم دوستن یا نه. شک دارم که شاید ذهنم داره گودر میزنه. شک دارم. به نظرم این زنی که دوست دختر سابقشه. چی؟ آره ممکنه. درسته. حدس قشنگی بود. یعنی دختر خیلی خوبه. ممکنه که توی سالن ورزشی با هم دیگه آشنا شده باشن. شاید هم توی جنگل‌های آمازون برخورد کرده باشن. ممکنه توی رود میسیسیپی هم دیگر دیده باشن. گفته باشن ای تو هم اینجایی. اینجوری با هم آشنا شده باشن. شاید یه عشق زیر خاکستر باشه. نه. نه جونم. به نظرم اینا دوست مدرسه بودن. من اینطوری حس می‌کنم. چرا؟ چون جان میخواد برای یه گرفتن کار جدیدمون یه ارتباطی برقرار کنه. خیلی طبیعیه. چرا؟ چون کار ما یه کار اجتماعیه. یعنی درن جون فکر کنم تو هم این حرفایی که زدی و خیلی خودت باور نکرده باشی. درسته؟ آره؟ آخه من چطوری تو این گودال غیبت کردن شما افتادم؟ من چمه؟ اصلا اینا برازنده یه منی آخه؟ بعضی وقتا حرکت‌های نابجایی می‌کنم. واقعا بعضی وقتا حرکت‌های بی‌جایی می‌کنم. گلیس ببین خودت. اینطوری میگی؟ منم واقعا مشکوکم. پس که اینطور غمز عجب. کجا بودی این همه سال؟ در اصل تو کجا بودی فراری؟ غیب شدی دیگه نتونستم پیدات کنم. آه چایامونم رسید. بیا سنم بیا. آروم بیا. وای چه رنگی داره. همینطوره. منم تو به چای عادت دادی میدونی دیگه. آره آمم کنن اینا. یادت تو کمپا تا صبح بیدار میموندی؟ آره راست میگی. تا صبح با هم چایی میخوردی. یادش بخیر. اما میبینم تو کلی عوض شدی. یعنی جای اداری و رسمی کار میکنی. دقیقاً آره. ببین کی اینا رو میگه. کفشه آنچنانی لباسه آنچنانی. تو رو خدا بیخیال. کجاست اون جان دیویدی که روح تارزان تو وجودش بود؟ غمزه ای که روح تارزان تو وجودش باشه کجاست؟ اون هر جا باشه مرم همون. خب بامبی تعریف کن ببینم بازم کمپ میری یا نه؟ دیگه به من نگو بامبی. اون روزایی که مثل آهو تو کوها پرسه میزدم تمام شد. آخرین بار با تو رفتیم بیرون. اون آخریش بود. واقعا چه روزایی بود جان. میدونی؟ من دیگه هیچ وقت کمپ به اون خوبی نرفتم. اما اگه الانم بگی بیا بریم ردیفش میکنم و سری دوستام هم میگم بیان. عافیت باشه عافیت باشه. سلامت باشی زنده باشی. بهتر نیست گردگیری و الان بیخیال بشی. اگه بخوای میتونی بری دیگه. بسه برو دیگه برو. نه اینجا خیلی خاک گرفته. سنم من میدونم تو بازم آلرژیت گرفته. یه بار عطسه کردی حالا مدام عطسه میکنی و نمیتونیم جلوشو بگیریم. تو بیخیال شو اصلا خودتو خسته نکن. در ضمن اون بیرون بد نیاز دارن. احتمالا الان دارن دنبالت میگردن. منو خیلی خوب میشناسه. الان کمرت هم یه چیزیش میشه. به نظرم پاشی خیلی بهتره. باشه خیلی خوب. پس من همین اطرافم. باشه ما یه چای دیگه میخوریم. پس برو دیگه سر کارت. نمیسازه. یه وقت حالتون رو بد نکنه. یعنی اونطور که متوجه شدم خیلی چای میخورین. میخواین یه چیز دیگه بهتون بدم؟ چی بدم؟
باشه، حالا تصمیم میگیریم چای باشه، آب یا قهوه. من صدات میکنم، یعنی اینجوری دستمو تکون میدم. خیلی خوب، پس من همین اطرافم. فقط به اندازه یه چرخش چشم ازتون فاصله دارم. باشه، چشممو میچرخونم، به هر حال یه جوری بهت اشاره میکنم. شایدم خیلی نزدیک باشم. این دوستمون خیلی متفاوته. آره خیلی خیلی متفاوته. نگران نباشین، دارم میرم محل کارم. دختر بی خودی داری تلاش میکنی. من الان حوصله سر و کله زدن با تو رو ندارم. من صدای منطقتم، نمیتونی منو بیرون کنی. نه بابا، قضیه چیه که هر وقت این دختر رو پیداشو میشه سر و کله تو هم پیدا میشه؟ دختره مثل قرقاول رنگ و رنگ میمونه. اندامش رو ببین، شغلش رو نگاه کن، پاهاش رو ببین چقدر بلنده. از این دختره 5 تا سنم میشه در آورد. کافیه دیگه، ساکت شو. سلام. کافیه دیگه، چرا اینقدر خراب میشی؟ این همه پول داری، خب یکی این قهوه سازو عوض کنه. با کی داری حرف میزنی تو؟ رسمان از حسادت سیمای مغزت اتصالی کرده. چی داری میگی؟ چه حسادتی، چه ربطی داره؟ دختره رو میگم، یه دختره کیه؟ پلین جدیده؟ چه جور دختری؟ از کجا اومده؟ والیبالیست؟ مانکن؟ سرویس میزنه؟ چی کار میکنه؟ طرف ومپ بوده؟ ومپ نبوده، کمپ بوده، یعنی زن قاره. زن قار؟ چی؟ زنم چی داری میگی دقیقا؟ آخ کاش بدونم، اگه بدونم. آی هان داره زنگ میزنه. وای، جواب ندم بهتره؟ جواب بده دیگه. نمیتونم، یادت هست توی جعبه به عنوان تقدیرم بیرون اومد، برای همینم نمیتونم جواب بدم. جواب بده. چرا جواب نمیدی؟ نمیتونم جواب بدم، چون اگه جواب بدم، اگه الان جواب بدم، باید همدیگه رو ببینیم. اگه همدیگه رو ببینیم دوست میشیم، اون وقت ازدواج میکنیم. اگه ازدواج کنیم بچه دار میشیم، چون توی فامیلای ما اینطوری شده. بعدش هم همه جا رو کوچولای ریز میزه توپلی میگیرن. نمیشه. بعدش هم بابا بزرگ میشه. نمیشه. برای همینم نمیتونم جواب بدم. وقتی دکمه قبولو میذاری باید همه اینا رو قبول کنی، یعنی زمانی که اینو بکشی، زمانی که اینو بکشی، کار تمومه، تمومه. دیگه امیدی به زندگیت نیست. نه نمیتونم. نمیشه. نمیتونم جواب بدم. نه نمیدم. نمیتونم جواب بدم. یه وقت جواب ندی یا گناه میشه. الو آیهان، چی کار میکنی؟ چی کار میکنم سلامی؟ سعی میکنم به راهی که دلم میگه برم، اما راه درست بست است، نمیتونم رد بشم. من چرا هیچ جوره نمیتونم با این جی جی حرف بزنم آخه؟ اون خودشم به خودش دسترسی نداره. یعنی چی؟ الان پیشته؟ پیشم نیست. وقتی تو زنگ زدی دست و پاشو گم کرد، بعدش هم در رفت. در رفت؟ بله، مثل همه از عشق فرار میکنه. سلام جون، تو رو خدا یه چیزی به هم بگو، یکم راه نمایی میکنه، خواهش میکنم. یعنی من نباید دوست پسر داشته باشم؟ آیهان جون، من اگه بیلزن بودم باغچه خودم رو بیل میزدم. راستش اگه بتونیم یکم با هم تنها باشیم، به نظرم باز خودش درهای دلش رو برون باز میکنه. جدی میگی؟ اینجا تو باید بگی میشه یا نه سنمی؟ تو از من ناامیدتری یا؟ قطع کن، تو تمام امیدامو ناامید نکردی، قطع کن، زود باش، خودم یه راه چاره پیدا میکنم. برای چی راه چاره پیدا میکنی؟ چاره چیز دیگه، چاره همون دیگه، من برم پیدا کنم و بیام دادش. چاره همون؟ آره دیگه، چاره همونو پیدا کنم بعد بهت خبر میدم داداش. چاره همون؟ فکر میکنه من نمیفهمم. اینا رو هم بذارین توی پوشه تا بتونی بایگانیشون کنی. باشه، متوجه شدی؟ تو هم اینجا رو نگاه کن، این کارو باید بکنی. همکارانه عزیز، بله؟ یادداشت و ایده‌ای که در مورد این کار دارین رو جمع کنین تا تو جلسه امروز بررسی کنیم، ببینیم کدومشون با خواستای مشتری مطابقت میکنه. فقط اگه نتونیم ایده جالبی پیدا کنیم، باید فوراً تلاش کنیم تا ایده‌ای تازه ارائه بدیم، چون وقتمون خیلی کمه. خب دوستان، شروع میکنیم. منتظرتون هستم. بفرمایید. خیلی خوب. گلی، تو در مورد ایده‌های آقای جان یه پرونده حاضر می‌کنی؟ حاضر کردم درن خانم، بفرمایید. کاری طرف نداره گلی جون، ممنونم. جی جی، من منم ازت تشکر میکنم گلی، واقعا کار طرف نداره، آفرین. منظور من این بود جی جی، تو چی کار میکنی؟ من چی کار میکنم؟ راستش بخواید منم اینجا چند تا پرونده درست کردم، چون توی شرکت یه استرابی وجود داره درن خانم، برای همینم دقیقا نمیدونم که من روی چی باید تمرکز کنم، اما مطمئن باشین حلش. اما تو الان داری از انرژی زندگی من دزدی میکنی جی جی. بذار من الان برات یه کاری پیدا میکنم، چون اینطوری نمیشه. ها، پیدا کردم. تو یادداشت های تو جلسه رو جمع کن، چرت و پرتاشون رو حذف کن تا وقتمون هدر نره. باشه جی جی. خیلی خوب، برو. سنم، سنم، میشه یه لحظه حرف بزنیم خواهر جونم؟
کار دارم خواهر، حالا نمیتونیم حرف بزنیم. سنم خیلی معذرت میخوام خواهر جونم. ببین اونقدر ناراحتم که نمیتونم کار بکنم. من نمیخوام حرف بزنم. میفهمم که دلتو شکستم، اما باور کن خیلی ناراحتم. لطفا اینطوری نباش دیگه. یکم به هم زمان بده. باشه باشه. من دیگه برم جان، تا تو هم دیگه به کارات برسی. باشه عزیزم، در تماسی. فقط من شماره تو ندارم. من هنوز همون شماره رو استفاده میکنم. تو همون شماره رو استفاده میکنی، اما من حدود 50 باری میشه که گوشیمو گم کردم. یعنی همه شماره هم پاک شده. مگه تو از لیست شمارات بکاپ نمیگیری؟ نه اصلا حوصله این چیزا رو ندارم. به نظرم خیلی سخته. راحته، تلفنتو بده. ببین این برنامه رو گوشیت نصب میکنی. همه یه شماره تلفن ها، پرونده های مهم، ویدیو ها، عکس ها اینجا ذخیره میشه و میتونی هر موقع که خواستی ازش استفاده کنی. واقعا؟ من چرا اینو نمیدونستم؟ جان دیوید، بازم افق دیدم و باز کردم. همیشه در خدمتی. حاضره. عالیه.